یک گزارش حقوق بشری نشان می‌دهد که چین کودکان مسلمان اویقور را از خانواده‌هایشان گرفته تا آنها را از دینشان دور کند به گزارش همکارم در رابطه با فاش شدن این جنایت جدید چین علیه اویغور‌ها توجه فرمید اخیرا گزارشی منتشر شده که جنایت چین را در رابطه کودکان مسلمان اویغور از خانواده‌هایشان و اعمال سیاست همسانسازی اجباری در مورد آنها فاش می کند. این گزارش که در 19 ژوئیه در وبسایت رسمی مرکز منافع ملی ترکستان شرقی منتشر شد، جزئیات سرکوب تاریخی بی سابقه در ترکستان شرقی را نشان می دهد. و تاکید می کند که چین کودکان اویغور را با هدف چینی سازی از خانواده هایشان می گیرد. این گزارش توسط پژوهشگران مستقل و برخی از محققان دانشگاه کرنل تهیه شده است این گزارش تایید می کند که بزرگترین جنایت صورت گرفته توسط چین در حال حاضر ربودن و جذب اجباری کودکان در منطقه مسلمان نشین ترکستان شرقی است این گزارش نشان می دهد که چین به عنوان بخشی از کارزار سرکوب خود در منطقه یک سلسله آدم ربایی دست جمعی را با هدف قرار دادن کودکان اویغور قذاق و سایر قومیت های مسلمان انجام داده است اگرچه این آدم ربایی ها در سال 2017 آغاز شد اما سابقه سرکوب چین به سال 1949 باز می گردد. زمانی که چین ترکستان شرقی را اشغال کرد این گزارش توضیح می دهد که چین نوجوانان اویغور را به مدارس به اصطلاح ویژه و دارالایتام فرستاده و آنها را به زور از خانواده ها و محیط زبانی و فرهنگی خود جدا کرده و از استفاده از زبان مادریشان جلوگیری کرده است کودکانی که از دستورات سرپیچی کنند مورد ضرب و شتم شکنجه و جدایی از فرهنگ خود قرار می گیرند و در نتیجه در طی دو سال زبان مادری خود را فراموش می کنند. این گزارش بر اساس مشاهدات شاهدان عینی، عکس ها و فیلم های نگهبانان در دارالایتام ها و همچنین رسانه های اجتماعی چین و مقام های مربوطه متکی است. این گزارش همچنین فاش کرده که چین اردوگاه های کودکان با نام یسلی را راه اندازی کرده که در آن کودکان با ساختمان های دولتی متروکه و مساجد بسته شده در ترکستان شرقی پنهان می شوند. در این اردوگاه ها کودکان از صحبت کردن به زبان مادری خود من می شوند و با هدف جداسازی کامل آنها از خوفیت قومی و مذهبی خود به طور کامل چینی آموزش می بینند.